بار الها بر پیامبر ما محمد و خاندان و اصحابش سلام و درود فرست و غمها را از ما دور بدار و گناهان من را ببخش و عیوب من را بپوشان و با توفیق دیدارش و هم کلامی و صحبت با او در قیامت ما را شاد بگردان. وحی به شکل‌های مختلفی به پیامبرمان صلی الله علیه و سلم می‌رسید، از طریق یک خواب صادقانه و یا اینکه جبرئیل بدون دیده شدن بر قلب و روح پیامبر وحی می‌نمود و یا جبرئیل به شکل انسانی در می‌آمد و پیامبر را مخاطب قرار می‌داد. در واقع راه‌های مختلفی برای رسیدن وحی به پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داشت. گاهی پیامبر جبرئیل را با همون شکل اصلیش که الله خلق کرده می‌دید و گاهی نیز الله بدون واسطه با پیامبر هم کلام می‌شد، به مانند اتفاق معجزه‌آسایی که در شب اسراء افتاد و پیامبر دعوت پنهانی خود را آغاز نمود. خدیجه دختر خویلد رضی الله عنها اولین کسی بود که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و او را تایید نمود. هرگاه مردم حقانیت پیامبر را انکار می کردند، خدیجه بود که از او حمایت می کرد و او را دلداری می داد و او را از غم دور می ساخت. پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدت 3 سال دعوتش را به صورت پنهانی ادامه داد و اولین کسی که از مردان ایمان آورد ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده اوست. و این گونه اسماء و تمام خانواده ابوبکر ایمان آوردند.
Khadija was the first Muslim among women. Abu Bakr was the first Muslim among men. Ali bin Abi Talib was the first Muslim among youth. Thanks to Abu Bakr, Islam expanded and lots of people became Muslims. Khadija était la première musulmane parmi les femmes. Abu Bakr était le premier musulman parmi les hommes. Ali ibn Abu Talib était le premier musulman parmi les jeunes. Et grâce à Abu Bakr, nombre de personnes devinrent musulmans. Hey, برادرزاده, من با تو هستم. اگر قوم من حقانیت تو را انکار می کنند, من حامی تو هم و تو را یاری می دهم. پیامبر برای ابو طالب دعوت توحیدی خود را توضیح داد که مردم را به یگانگی عبادت الله متعال فرا می خواند و از پرستش بت‌ها منع می کند و این خبر از آسمان‌ها به او وحی شده است. ای محمد, من نمی توانم دین پدر و اجدادم را کنار بگذارم و طعنه عرب‌ها را بپذیرم. شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست و هیچ شریکی ندارد و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. بلال ابن رباح رضی الله عنه مؤذن پیامبر مسلمان شد و از نوجوانان نیز علی ابن ابی طالب رضی الله عنه ایمان آورد. شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست و شهادت می دهم که محمد فرستاده الله است. و مصعب ابن عمیر رضی الله عنه نیز ایمان آورد. این چیست؟ ای سرورم امیه, چه می خواهی؟ با چشمانم دیدم که بلال کنار محمد نشسته بود. اگر درست گفته باشی به شدت او را عذاب خواهم داد. کجا بودی غلام؟ سرورم, همین نزدیکی بودم. شنیدم که با محمد نشسته بودی. بله سرورم. به الله و پیامبرش ایمان آوردم. چه میگویی؟ اگر توبه نکنی تو را به سختی مجازات خواهم کرد. هرگز بر نمیگردم سرورم. کافر بیدین, او الله یگانه است. ابو بکر اسلامش را علنی کرده ای عمار. ای زید, میدانی که ابو بکر تاجر و خوش اخلاق افراد مورد اعتماد قومش را به اسلام فرا میخواند؟ با دعوت و تلاش ابو بکر, عثمان ابن عفان و زبیر ابن عوام نیز ایمان آوردند و همچنین به دست ابو بکر صدیق, عبدالرحمن ابن عوف, سعد ابن ابی وقاص و طلحه ابن عبیدالله نیز ایمان آوردند. این 8 نفر اولین افرادی بودند که در قبول اسلام سبقت گرفتند و نماز خواندند و صدقه دادند. سپس ابو عبید ابن جراح و ابو سلمه ابن عبدالاسد و ارقم ابن ابی ارقم و عثمان ابن مزعون و برادرش قدامه و عبیده ابن حارث و سعید ابن زید ابن عمرو
و همسرش فاطمه خواهر عمر ابن خطاب و اسماء دختر ابوبکر و برادرش عبدالله که آن زمان نوجوان بود به همراه گروهی دیگر از زنان و مردانی که ایمان آوردند و الله از همه آنها راضی باد. نمیدانم چه بر سر قریش آمده ای هند. ای ابا سفیان، مردم قریش به خاطر محمد و یارانش پراکنده شدند. اگر من از دین محمد پیروی کنم با غلامان خود برابر میشم. و من نیز همچون کنیزانم میگردم. چه کسی این مصیبت را از ما دور می کند ای ابا سفیان؟ این تنها یک بدعت است و به زودی تمام می شود، چه مردم بخواهند یا نخواهند. اگر محمد در دعوتش پیروز شود، خدیجه بانوی بزرگ قوم خواهد شد. و بلال فرزند رباه با ابولهب برابر خواهد شد و در صورت این پیروزی سرمایه زائران و تجارت بت‌ها در مکه با شکست روبرو خواهد شد. ظلم، این ظلم است که ما را قوی تر می کند و بر بردگان برتری می دهد. اگر عدالتی که محمد پایه‌گذاری کرده پیروز شود، ما نابود خواهیم شد. نه محمد نباید پیروز شود، نباید. این کافرانی که بت‌های مرا نمی‌پرستند چه می‌کنند؟ باید با آنها بجنگیم. بت‌پرستان به سمت صحابه پیامبر که مشغول نماز بودند رفتند. سعد بن ابی وقاص استخوانی از شتر را برداشت و بر سر مهاجم کوبید و او اولین کسی بود که از مسلمانان در راه الله متعال خونی ریخت. خون! خون! انقدر با شما می جنگیم تا شما و محمد را از کل مکه بیرون کنیم. اجازه نمی دهم قریشیان برادر زادم را آزار دهند. ای محمد، مأموریتت را ادامه بده. با محمد و یارانش چه باید کرد؟ باید از ابوطالب بخواهیم محمد را به ما تسلیم کند و یا انقدر می جنگیم تا یکی از دو گروه پیروز شوند. به دنبال ابوطالب بفرستی تا مشورت کنیم، اما ما دست از خدایان خود نمی کشیم، فهمیدید؟ و این گونه نبرد همیشگی بین حق و باطل آغاز شد. آنان که حق را انتخاب کردند به سعادت رسیدند و آنان که باطل را برگزیدند به سوی بدبختی رفتند. به نام الله بخشنده مهربان، و آسان‌ترین راه را برایت فراهم می‌گردانیم. پس تذکر بده، زیرا که این تذکر سودآور است. کسی که از الله می‌ترسد پند می‌پذیرد و بدبخت‌ترین مردم از آن دوری می‌گزیند. کسی که در آتش جهنم در خواهد آمد و در آن آتش نمی میرد و نه زنده می ماند،
و یقیناً کسی که خود را از گناه پاک می کند رستگار خواهد شد. آن که نام پروردگارش را یاد کند و نماز بگذارد. اما شما زندگی دنیایی را بر آخرت ترجیح می دهید، در حالی که زندگی آخرت بهتر و پاینده تر است. راست گفت الله بزرگ. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. به نام الله بخشنده مهربان، سوگند به عصر و زمانه، بی تردید که انسان در زیان است، مگر مؤمنان نیکوکاری که یک دیگر را به حق سفارش نموده اند و به شکیبایی توصیه کرده اند. الجنة ودينا وصلت رسالتك.